قاتل داریوش مهرجویی و همسرش بالاخره اعتراف به قتل این دو هنرمند بزرگ کشورمون کرد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خبرگزاری تسنیم دقایقی قبل از دستگیری قاتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. این خبرگزاری به نقل از سخنگوی فراجا نوشت: اکنون میتوان با قاطعیت گفت که قاتل داریوش مهرجویی و همسرش دستگیر شده. آقای سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با بیان اینکه قاتل داریوش مهرجویی و همسرش در دستگیری‌های قبلی پلیس بود گفت عامل اصلی قتل مرحوم مهرجویی و همسرش دقایقی پیش اعتراف به قتل این دو هنرمند کرد. آقای منتظرالمهدی در ادامه گفت بازجویی ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است و به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. داریوش مهرجویی و همسرش 22 مهر در ویلای شخصی خودشون در کرج به قتل رسیدند. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به مراسم خاک سپاری زنده یا داریوش مهرجویی و همسرش در روز گذشته. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. امروز مونا مهرجویی به عنوان تنها بازمانده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در ایران بود که در مراسم خاکسپاری پدر و مادرش به دور از حضور خواهر و برادرش و به دور از حضور هیچ یک از اقوامش در این مراسم تک و تنها و غریبانه شرکت کرد. گریه ها و بیقراری غریبانه مونا قلب همه را به درد آورد. جگرسوز ترین تصویرهای امروز مربوط به گریه های بی امان و حرف های دردناک مونا مهرجویی بود. مونا مهرجویی به دنبال یافتن قاتلین پدر و مادرش. امروز صحبتی در میان مراسم پدرش و مادرش گفت که قلب همه را حسابی سوزاند. مونا 14 ساله هنوز برای از دست دادن پدر و مادرش در اوج نوجوانی بسیار کوچک بود، اما مونا غریبانه در یک شب پدر و مادرش را به طور همزمان از دست داد. او یک شب با غم از دست دادن پدر و مادرش به طور همزمان در اوج نوجوانی هم بزرگ شد هم پیر شد. حالا می شود سرتیتر خبرهای امروز و امشب از این پس. غمگین ترین و تنها ترین دختر ایرانی مونا مهرجویی. چطور این ترس و شک و تنهایی و غم رو پشت سر خواهد گذاشت؟ تراژدی داریوش مهرجویی و همسرش دردناک بود برای همه، خاصه برای اونهایی که دوستش داشتند. اما این رنج برای مونا مهرجویی بغرنج تر است. داغ‌تر، سوک فقط نه، درد جانسوزی که به سردی نمی‌گراید، هر از گاهی گر می‌گیرد و به جانش آتش می‌زند. این چند روز مدام به او می‌اندیشم که سوگ و شک و رنج و تنهایی و ترس و تروما رو با هم تحمل می کند. مونای نوجوانی که باید همه اینها رو به تنهایی به دوش بکشد و به جان بخرد. نمی دانم اصلا می توان چنین مسئله هولناکی رو تحمل کرد یا نه. واقعا وحشتناک و دردناکه و برای مونای عزیزم آرزوی صبر و آرامش دارم و دل بیقرار او از این پس امیدوارم قراری بگیرد و خداوند بر قلب نازنین و پاک او در اوج نوجوانی آرامش و صبری عطا کند. اما میپردازیم به حرفای دردناک مونا مهرجویی در مراسم تشییع پیکر پاک پدر و مادرش. مونا در مراسم تشییع پیکر پدر و مادرش گفت ممنون که برای مراسم تشییع پدر و مادرم حاضر شدید و اومدید. نمیدونم چی میتونم به زبان بیارم. مونا در این لحظه بسیار شوک شده بود و زبانش بند آمده بود. مونا در ادامه صحبتهاش گفت الان تنها احساسی که دارم اینه که مامان و بابام کنارم ایستادن و شونه هام رو گرفتند و از من میخوان
سر پا بمونم. مطمئنم از این که پدر و مادرم کنارم هستند. مونا در حال این صحبت ها رو میکرد که بغض گلوشو گرفته بود و اشک از چشماش جاری میشد. او در ادامه گفت: به قول بابام قاتلین در میان ما هستند و باید مراقب باشیم. اشک‌ها و دردها و غم جگرسوز مونا قلب همه هزار را به درد آورد. مونا سرگشت و حیران از اتفاقی که برای زندگیش افتاده است. سرگشت و حیران از این که داشتن پدر و مادر در اوج نوجوانی از این پس برای او یک حسرت خواهد بود. حسرتی جگرسوز، حسرتی که شاید تا آخر او را خواهد سوزاند. غمگین ترین حالت قتل داریوش مهرجویی و همسرش برمیگرده به تنهایی و بیکس شدن مونا مهرجویی. مونایی که فقط 14 یا 16 سال بیشتر نداره و حالا او با به قتل رسیدن پدر و مادرش به طور همزمان بیکسترین و تنهاترین دختر ایران شد. از امشب مونا بیقراری هاش بیشتر خواهد شد. نه خواهری، نه برادری، نه کس و کاری که در ایران باشد، نه هیچ کس و هیچ کسی. او تنها ترین و بیکسترین دختر سینمای کشورمون در ایران خواهد بود. داریوش مهرجویی و همسرش امروز راهی خانه ابدی شدند و قطعاً در آرامش ابدی فرو خواهند رفت. اما مونا از امشب داغ جگرسوزانی بر قلب دارد که او را همچنان آزار خواهد داد. برای او آرامش صبر بسیار داریم. برای او که از این پس روزها و ساعتها و لحظات بسیار زیادی را باید تنها باشد. عیدها، روز پدر، روز مادر، بسیاری از لحظات مهم زندگیش رو، 18 سالگیش رو، جشن فارغ التحصیلیش رو، ورودش به دانشگاه رو و ازدواجش رو و همه اتفاقات مهم زندگیش رو باید به تنهایی سپری بکنه و این دردناک ترین حالت ممکن برای یک انسان هست، به ویژه برای دختری که در اوج نوجوانی حالا بیکسترین و بیچیزترین شد. مونا مهرجویی علاوه بر این که فرزند استاد داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر بود، یک هنرمند به تمام معنا و یک هنرمند بزرگ هم هست. مونا یک نقاش خیلی خوبیه و امیدواریم هنرمند بزرگی همچون پدرش باشد. پدرش در عرصه سینما و تلویزیون نقش آفرینی کرد و بزرگ مرد سینما و تلویزیون کشورمون شد و همچنین مادرش وحیده محمدی فر یکی از نویسنده های خوب کشورمون شد و در نهایت همکاری وحیده و داریوش مهرجویی یک زندگی هنرمندانه رو به وجود آورد که حاصل این ازدواج هنری در نهایت مونا مهرجویی عزیز شد. قطعاً مونا هم مثل پدر و مادرش یک هنرمند بزرگ خواهد بود و برای او آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. امروز بسیاری از هنرمندان به حال مونا گریستند، نه فقط برای از دست دادن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. وداع تلخ مونا مهرجویی با پدر و مادرش در نهایت به سرانجام رسید و او پدر و مادرش رو در قطعه 88 هنرمندان در بهشت زهرا بدرقه و راهی خانه ابدیشون کرد. تسلیت به مونا مهرجویی، واقعا غم بزرگی است، درد بزرگی است. چطور میشه یک بچه، یک دختر نوجوان اینقدر بیکس باشه؟ گرچه بسیاری از ماها حالا دیگه عضو خانواده مونا خواهیم بود، اما یادمون نره همه هنرمندان و نزدیکانی که با آقای مهرجویی و همسرشون ارتباط داشتن و رفت آمد داشتن، از این لحظه دیگه همشون تو خونه هاشون هستن و مشغول زندگی و کار و مشغله های
روزمره زندگیشون هستن و این موناست که با غم از دست دادن پدر و مادرش از این پس زندگی میکنه و تازه غم از دست دادن اونها رو در لحظات بعدی زندگیش در واقع باید تحمل بکنه و تحمل این درد قطعا برای این بچه در اوج نوجوانی خیلی غیر قابل تحمل خواهد بود. واقعا امیدواریم که خداوند بهش کمک بکنه و از خانواده مهرجویی که در امریکا هستند، همچون همسر اول استاد مهرجویی خانم فریار جواهریان و فرزندان دیگر استاد مهرجویی، صفا مهرجویی و مریم مهرجویی، تقاضا داریم که هوای مونا کوچولوی استاد مهرجویی و وحید محمدی فر رو بیشتر داشته باشند. یادگار داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر. مونا مهرجویی نقاش و هنرمند بزرگ آینده کشورمون. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به قتل استاد داریوش مهرجویی و همسرش در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. آیا به نظر شما قاتلان سعی داشتن مونا رو هم به قتل برسونن و یا فقط هدفشون داریوش مهرجویی و همسرش بوده؟ آیا هنوز هم مونا تحت تعقیب قاتلان پدر و مادرش هست؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید و حتما لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلی و بعدیمون رو برای دوستاتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های فارسی زبانان و ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، انگلیس، دانمارک، فرانسه، امارات و بسیاری از کشورهای دیگر لطفاً شیر بکنید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.